سلام، یه روش خیلی راحت و سریع درست کردن کورنداگ رو میخوام بهتون آموزش بدم. کورنداگ یکی از روش‌های پخت هات داگ یا انواع سوسیس توی ایران هم وجود داره. حالا ممکنه بعضیا نشناخته باشنش یا اسمش رو نشنیده باشن یا اینکه کمتر دیده باشینش. جزء فست فودا حساب میشه. اینکه خودتون تو خونه درستش کنید خیلی خیلی مطمئن تره. اینکه با چه روغنی سرخ میشه و چه موادی درست میشه خیالتون از سلامتش راحت است. کورن داگ رو با هات داگ میتونیم درست کنیم، اگر هم شما، چون این باید داخل یه ظرفی سرخ بشه، اگر هم داخل ظرفتون خیلی بزرگ نیست میتونید از هات داگ رو نصف کنید یا از سوسیسای کوکتل که سوسیسای کوتاه‌تری هستش استفاده کنید، فرق نمیکنه، هر دوش نتیجه رو میده. بعد برای درست کردن کورن داگ، ببینید ماده اصلیش آرد ذرت هست، برای همین کورن داگ بهش میگن، ولی خب هیچ تفاوتی نمیکنه چون آرد ذرت خیلی توی ایران به فراوانی آرد گندم نیست، همتون استفاده نمیکنید مطمئنا. اینو با آرد سفید ساده گندم بهتون میگم، در کل توی طعمش هیچ تفاوتی نمیکنه، فقط با آرد ذرت اگر دوست دارین درست کنید یه ذره طعم و بافت زبرتری داره، ولی خب آرد گندم بافتش ملایم تره. تنها تفاوت این دوتا همینه. ببین برای درست کردنش ما به اصطلاح سادگی استفاده میکنیم که بهش فرانکفورتر گفته میشه، روی بسته هاشم به همین اسم نوشته. اینا خوبیشون اینه که خیلی پف نمیکنن. شما دیدین یه سری از هات‌داگ‌ها هستش که توی روغن‌آمیزی بلافاصله پف میکنه، حجمش چند برابر میشه، اون باعث ترک برداشتن نهایی کورن‌داگ شما میشه. پس هات‌داگی استفاده کنید که پف نکنه. بعد یه قاشق غذاخوری ماست معمولی داریم، مقدار آرد بین 1-2 لیوان، مثل همیشه مقدار دقیق بهتون نمیتونم بگم، مقدار آردتون تا جایی استفاده میکنین که اون مایه‌مون به اون چسبندگی لازم برسه. یه دونه تخم مرغ داریم، یه قاشق چای خوری بیکینگ پودر داریم، یه قاشق چای خوری پودر سیر استفاده میکنم، به اضافه تقریبا 3/4 لیوان شیر، یعنی یه لیوان سرخالی شیر کافیه. بعد ما برای این کورنداگ به عنوان دسته یک کورنداگ از این سیخ‌های چوبی استفاده می‌کنیم. اگر هم حالا یه همچین چیزی پیدا نشود، چون تقریبا هستش تو ایران می‌شناسنش و حالا توی تهران که می‌دونم خیلی سوپرا دارن، بعد اگر هم باز بهش دسترسی نداشتین، از این سیخ‌های آهنی کوچیک می‌تونید استفاده کنید یا هر چیز دیگه‌ای که بتونه نقشه دسته رو برای این هات‌داگتون بازی کنه. خب یه دونه تخم مرغ داریم، بنزه یه قاشق چای خوری بیکینگ پودر، بعد شیرمون رو اضافه میکنیم تقریبا 3/4 لیوان، یه قاشق غذاخوری ماست معمولی، پودر سیر، یه قاشق چای خوری پودر سیر. اینو کامل هم میزنیم تا یه نواخت بشه. بعد نمک اضافه میکنیم، اضافه نمک، نمک هم به اندازه‌ای که شما میتونید بنزه یه نوک انگوش اینو بچشین، اون مقدار شوری لازمی که دارین رو بهش بدید. بعد فلفل سیاه یه ذره روش چاپ کنید. بعد که اینا یه نواخت شد دیگه شروع میکنیم آردو اضافه میکنیم. ببینید آردو اونقدر کم کم بهش اضافه کنید تا به یه مایه خیلی غلیظی برسه که مثل یه ماست خیلی غلیظ و چسبناک باید بشه. اینو توی 2-3 مرحله اضافه کنید که خیلی سفت نشه مایه‌تون. خب ببینید غلظتش باید به اینجا برسه، یعنی اگه ببینید توی تصویر یه چیز خیلی چسبناک حالت کشسانی داشته باشه، چون ما هات‌داگی که داخل این فرو می‌کنی باید یه مقدار زیادی دور تا دورش با ضخامت خیلی زیادی بچسبه به هات‌داگ. خودتون دیگه اینو در سر تجربه میتونید ببینید. من مثلا الان حدوداً شاید 1.5 لیوان سرپر، یعنی یه لیوان سرپر به اضافه یه نصف لیوان تقریباً آرد ریختم. اندازه دقیق میگم بهتون نمیگم چون کاملاً بستگی به چسبندگی آرد شما داره. اون جنس آردها خیلی خیلی با هم تفاوت داره، برای همین مقدار دقیق هیچ وقت نمیشه به گرم آرد رو گفت. خب اینو که خیلی هم زدیم به یه غلظت خیلی خوب رسید، فقط اینشون داخلش بیکینگ پودر داره، بذارین همیشه یه 10 دقیقه بمونه حدودا. هر چیزی که داخلش بیکینگ بوده، بیکینگ بود چند دقیقه زمان احتیاج داره برای اینکه به اون حد اکثر عملش برسه. اینو کنار میذاریم. خب حالا تو این فاصله هات‌داگ رو حاضر میکنیم. ما از این سیخ‌های چوبی گفتم استفاده میکنیم، اینا نوک‌های تیزی دارن. شما اولا مقدار اندازش رو تخمین بزنید که چه مقدار لازم دارین و به اضافه 3-4 سانتی متر دسته اضافه‌اش رو قطع کنید. و اینکه اینو به خاطر نوک تیزشون ممکنه موقعی که با خود این دارم میل میشه این به دهان آسیب برسه، به خصوص اگر برای بچه‌ها دارین درست میکنید حتما این مقدار نوک تیز رو قطع کنید که این تیزیش از بین بره یه مقدار. بعد ما اینا رو توی آب نگه میداریم قبل از پخت. همیشه 5 دقیقه 10 دقیقه قبل توی آب بذارین، چون روغن حرارتش خیلی زیاده، این چوب ها ممکنه بسوزه توی روغن، برای همین اگه بذارین توی آب به خودش آب میکشه، مقاومت خیلی بیشتری پیدا میکنه.
خب حالا اینا رو با احتیاط توی هات داگا بکنید. فقط اگه اینو تون تون توی دستتون حرکت بدین از دیگه طرفش بیرون نمیزنه، چون باید حواستون باشه که دقیقاً وسط این حرکت کنه. خب این هست. بعدی خب اینا که آماده شد، شما زیر روغن رو دیگه روشن کنید. روغنتون داغ باید باشه حتما. اینا رو به هیچ وجه داخل روغن سرد نندازین، چون میره میچسبه ته قابلمه، یه طرفش حالت فلت و پهن میشه، اون حالت گرده متقارن نداره. ببین حالا تنها چیزی که لازم داریم یه لیوان بلنده، چون میخوایم که توی ارتفاع بیاد بالا و اینا رو داخلش فرو کنیم. لیوانی که دیگه حدودا شما اگه هات داگتون میتونید کنارش میذارید به اندازه ارتفاع همین لیوانتون باشه. بعد مایه ایو که استراحت کرده یه چند دقیقه توی لیوانتون بریزید. خب حالا هات داگو داخل این فرو ببریم. ببینید یه ذره داخلش بچرخونیم که یه نواخت بشه، همینطور قسمت بالاش. خب بعد که کامل روغن داغ بود اینو در میاریم از اینجا. فقط صبر کنید یه چند ثانیه‌ای بهش وقت بدین، یه ذره تیکه های اضافهش بچکه، بعد اینو بلافاصله داخل روغن بندازید. مطمئن باشین که روغن کاملا داغ شده. حالا تستش هم همیشه با یه تیکه خیلی کوچولو از همون مایعی که دارید ببین، بلافاصله باید حباب بدی، یعنی اگه بعد یکی دو ثانیه حباب بدی یعنی روغنتون هنوز سرده. بلافاصله که واردش کنین باید حباب بده. اینطوری مطمئن میشیم که وقتی که تات داگمون یعنی کورن داگ رو داخل روغن میندازیم ته ظرف نمیره و بچسبه به اون ته، یعنی بلافاصله شروع میکنه به پختن، اون شکل گرد و متقارن خودش رو حفظ میکنه. یه دفعه هم ولش نکنید، یکم تکونش میدم توی روغن، بعد با آرومی میذارمش اونجا. ببین فقط کورنداک هر چقدر که حجم روغن زیاد باشه یه مقدارش همیشه بیرون میمونه از روغن، یا اینکه اینو هر چند ثانیه هر یه دقیقه یه بار بچرخونید، یا اینکه با یه وسیله زیر روغن نگرش دارید برای چند دقیقه تا بپزه. خب بعد از اینکه یه ذره از حالت طلایی رد کرد و به سمت قهوه‌ای رفت دیگه خوبه روی رو از روغن خارجش کنیم. خب فقط روی یه سطحی بذاریم روی دستمال که روغنای اضافهش گرفته بشه. خب بعد از اینکه روغن اضافهشون هم گرفته شد دیگه توی ظرف بذاریم. حالا دیگه با هر سوسی که دوست دارید اینو میل کنید. من مثلا کچاپ و خردل همیشه پیشنهاد میکنم، بازم حالا سوسای دیگه ای که خودتون دوست داریدم میتونید بذارید. خیلی نازک روشون سس میریزم و برای سرو آماده میشن. خب کورنداگامون دیگه الان حاضره. امیدوارم که درست کنید، لذت ببرید، دوست داشته باشید از طعمش. خیلی ساده است، خیلی سریع انجام میشه. به جای اینکه حالا خیلی وقت هات داگ رو توی نون بذارید و با همون روش های دیگه درست کنید، میتونید از این روش استفاده کنید. بعد اون مایعی هم که درست میکنید اونو هم به شرط دربسته بودن و هوا نکشیدن میتونید تا 3-4 روز حداقل توی یخچال نگهداریش کنید. لازم نیست که حالا هر بار که میخواین درست کنید همون لحظه مایعتون رو درست کنید، میتونید آماده داشته باشینش. ممنون که نگاه کردید. من اول فضل جعفری هم با آشپز تیوی در خدمت شما هستم.